ساخت و ساز راه بدیل سالنگ و افتتاح آن توسط وزارت فواید عامه. راه بدیلش که ساخته شده از همین پل خاکی که از پشت سالنگ در بغل گراری راه جور کرده، منطقه را بسیار شخی دارد. بهترین راه را در زمان جمهوریت که بالای سروی جریان داشت در حدود 200 میلیون دلار تنها به خاطر سروی ابتدایی اینا مصرف کردن. مسئول نیست که دمیره بگوید که موتر کلان بگوید که چرا زمین دستت بر آمدی؟ اینمی 10,000 موتر اینمی تو میبرد در سرک. مریض این از من مخدم در روز شنبه رفتم یک مردکه دستیت مدارم بود از دیست گیر بار در درازه اولنگ از پیشم از جان داد. فعلا نمی سرکه که جور کرده پل خاکی را بر ما همی سرکش خوب سرکه است. فعلا دو سه جای کارم انداخته، کارم روانه، کار جریان داره. خدا کنه که کار صحیح باشه که ما به خیر رفت آمد کنیم. نه در بغلان ما احساس خطر میکنیم، نه در جر خشکش میکنیم، نه در خانابادش میکنیم. در اون خانابات میرفتی قدیرک نویتق چیز کل چیز بخصفران دیوال بلان همش تک من افری پایین پایین سا جمع. ساخت و ساز راه بدیل سالنگ و افتتاح آن توسط وزارت فواید عامه با حضور داشته وزیر صاحب فواید عامه که قرار است یک راه بدیل بر سالنگ ساخت و ساز شود. سلام هموطنان عزیز، آرزومند هستم که همتان جور و صحتمند و سرحال باشین. سالنگ را قسمی که همه ما میدانیم یک راهی است که سالهای زیاد میشه که مشکلات زیاد داره و همچنان ازدهامی که ور مرور موترهای خرد و کلان و باربری از امو مسیر به کابل به سمت شمال و از شمال به سمت کابل ور مرور میکنند، متاسفانه که سالهای زیاد ساخته نشد و هموطنان ما مشکلات زیاد را متحمل در راه سالنگ می شدن. و اقدام بسیار خوبه که از طرف وزارت فواید عامه صورت گرفت، قرار است ساخت بدیل سرک که می تانه به جای سرک سالنگ موترهای خرد بتانن عبور مرور بکنن. و همچنان ما اطلاع داریم که دو سه پروژه جدیدی که در راه سالنگ قرار است تطبیق شود مرتبط به همین راه سالنگ هست که مشکلات مردم را می تانه حل بکنه. ما هم امروز قسمی که شما هم بیننده هستین آمدیم در جایی که موترهای رنگ شده توسط ریاست ترافیک که بعد از این نمیتونن موترهای دیگر چی در داخل شهر چی در راه مسیر ترانزیتی کار بکنن، باید موترهای خود را همین قسم یک نواخت رنگ بکنن و چقدر به دیزاین و تزیین شهر هم رول مهم داره. واقعا که فوق العاده زیبا هست و می خواهیم امروز نظریات موتروانا و کسایی که در مسیر کابل و سالنگ کار میکنن یا از این مسیر عبور و مرور میکنن نظریاتشان را در مورد راه بدیل سالنگ و همچنان در مورد تغییر رنگ تاکسی ها پرسان بکنم. شما ما را تا آخر برنامه همراهی بکنین، جایی نرین، ما دوباره برمیگردیم. سلام علیکم. و علیکم خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستین؟ نامتان برمی گه. نام عزیز است. کوکو عزیز، چند سال است که خودت دریور هستی و در همین مسیر سفر میکنی؟ دریور خب یکی سابقه شدیم در میجا، خب پیر شدیم اینا. یکی سالش دیگه ایچه سابقه شدیم؟ آه اصاب نیست. اینا پیش از اینکه سر موضوع راه بدیل صحبت بکنیم، از مشکلات سالنگ بر ما بگو. اینکه سالنگ چقدر محدودیت ها داشت، چقدر مشکلات داشت، با کدام مشکلات شما در سالنگ روبرو می شدید؟ راش خراب بود از سابق، بسیار سالنگ خراب است، بسیار جری شده، بسیار چخوری شده. این دیگر های موتر نیست، یعنی مجبوری است که موتروان ها در اون را می رو می اینا رای حلش چی بود؟ به نظر شما ساخت و ساز یک رای بدیل بود یا خیر؟ امروز هم که ما شما شاهد افتتاح راه بدیلش بودیم که خود وزیر صاحب راه را افتتاح کردن. این هدفشان از افتتاح بدیل سهولت بر موتروانا بود که بتونن یک سهولت برشان شد و حداقل بتونن موترهای خرد از یک مسیر عبور مرور بکنن و موترهای کلان به دیگه طرف. اینا شما میگین که به نظر شما راه بدیلش چگونه هست؟ راه بدیلش نویست که سالنگ جور کنه، یک راه صحیح بر ما جور کنه که ما رفت آمد بکنیم دیگه، جور شد باید از سالنگ. خب این راهی که فعلا ساخت و ساز شده،
ای به نظر شما نمیتونه ای را بسیار امیاله که جورش کرده تا بال 6 تا موتر نرفته وقت جری شده 6 تا. به نظر شما امو راه را که نه افتتاح کردن راه جور شدن داره که زحمت بکشه، زحمت بکشه جور میشه. سر هر چیز که زحمت بکشه جور میشه، او را زحمت بکشه نفر مذهب شه پیش اون استاد کنه یک راه صحیح جور کنه که مخلوق بره و بیه، حال مسافر ده او را رفت آمد میکنه و راه صحیح جور شه باید. و دیگه این سال هم وقت تیر شد، سال وقت تیر شد، این چرا از اول بیکاره نمیکرد؟ وقت تیر شد، حالا قریب زمستان است، از این پس اینا یخ میذارم اینجا. راست میگم. تا عوام سرد است. بله. بخیر باشه. جور باشه. بونده باشه. سلام علیکم، مرد دستکتا. تدرج خوب است، صدر خوب بخیر. چانه که جور، همی آینه که چی کمک بوده. بدل تو دیگه که دل خواه. بخیر باشی، نام چی هست؟ نبی. نبیر. نبی. نبی. نبی جان، خودت هم دریور هستی؟ جانم. خواه، از خودت خواهد من کم میشه دیگه. اگه ای سال میشه کمش ای سال هست، اول این ریس افیدا که میبینیم ایسا خواهد من کمش از خودت هست. خواه، مسیر کدام را خودت سفر میکنی؟ از کابل به کدام ولایت؟ از کدام ولایت پس به کابل میبینی؟ از کابل به مزار هست، مزار به کابل. خواه، در یه 8 سال چقدر با مشکلات مواجه بودین در راه سالنگ و چقدر تغییرات را احساس میکنی؟ تغییرات چیه میز که می راه حالا با فضل خدای از رحم شده است، شب میتونیم سفر کنیم، روز میتونیم سفر کنیم. مشکلات راه است که دیم جبسه های بالا میشه کل کند کتر شده است تا پل دوشاخه، با از اوجه که در خنجان میداره یا خنجان کند کپل تا دوشیره، کل گند کند کپل است، خراب است، چقوری شده است، چقوری ها کل موترها تغییرات خدا میزنن. اینمی بعد از ایش اینمی رای سالنگی جور کرده است با او را. خب مشکلات او هم زیاد است، از ما هم زیاده، به خاطر مشکلات بود که اگر او را جور نمیگد از او را که موتران رو نکنه او را جور کنه نمیتانه. همه قدر میشه که به اندازه کفایت که مشکل ما رفعشه، مشکل دولت هم رفعشه که او را جور کنه. هر کدوم مشکل داره. امی افتتاحی یا ساخت ساز راه بدیلی که فعلا انجام شد، ای به نظر شما میتونه مشکلات را کم بکنه یا خیر؟ 100% کم میکنه، به خاطر که این می راه که جور شوه حالا یک ایر اول بوار شروع میکرد پیسیش خو نخت، ما خون کنم پیسه میدیم، پیسیش نخت است، یک قرض نیست که دولت پیشواره تا او را جور کنی و بیاری یک الان وقت داره بگیره شرکت های تو جنج به جنجا بودن، حالا پیسه کلش نخت است. امیر که اول بوار جور میکرد تو این حالا ایزاره جور میشد، حالا در این زمستان یک ما با سالای نگه دست کشیدن میشه و خونک میشه، یک ما کار میگه ما پس جمع میگه بسم الله الله میره یک یا سه تا چهار تا چرا الا جور کنه گرو جور کنه پا جمع کنه. یعنی پیشنهاد دی هست کار زودتر صورت بگیره که مشکلات مردم دیگه، مشکلات مردم حالش موتور کلام مشکلات مصابه کنه، هر روز بر یک موتور تیر باش کرده، یک موتور اسیج بسته مایده شده میره تیلر رو از ما خیر یک مایده موتور از میره می ما موتور کلام جنجال داره، موتور با جنجال مواجه است، این مشکلات داره کلش. خیر باشه ان شاء الله که مشکلات حل شوه. بخیر باشه، بخیر باشه، قربان شما. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت من خیر باشه. کمک استر که ما هم جای شما چه الاول. بخیر هستین؟ طرف الله سن خیرت است. بخیر هستین؟ بخیر باشه. میشه خودتون خودم معرفی کنید؟ راز محمد هستم، یک تن از دلیورای لاین قندس کابل. قندس کابل؟ بله. امی پیش از اینکه بریم صحبت بکنیم میخوایم بفهمم که امی رای بدیل که هست یک کم قدرت بتی از کدام را ساخته شده، دقیق در کجا هست؟ راه بدیلش که ساخته شده از همی پل خاکی که از پشت سالنگ در بغل گراری را جور کرده، منتها را بسیار شخی دارد او را که از آوارکاری شده فعلا منتها متراک رفت آمد کنه و کند و کپر میشه او پوشی کنه او را دیگه لودر باشه که همزمان هم روزه او را کار کنه متراک رفت آمد میتونه بدیلی را است. و دیگه که از درنی تونل که میبراییم دست راست در داخل جرک از پایین دور را هم جور کده رای سالی که در نزدیکای دوشاخ در اوجا میبره. بسیار خوب، حالا فهمیدم که دقیق رای بدیل کدام هست و حتما هموطنان ما هم فهمیدن که رای بدیل کدام هست. اینال در مورد رای بدیل بر ما بگو، میتونه که مشکلات این موتروان هایی را که در این سالهای زیاده در رای سالنگ داشتین مشکلاتون را حل بکنه یا خیر؟ مشکل حل میشه، مشکل به یک صورت حل میشه که اموجا از کوتور باشه چیز کنه را کار کنه که مثلا کند کپر میشه پس آورکاری کنه و پاشی کنه جور میشه را، و ای که تو بانه موتر سلیپ میکنه چون را شخص بسیار سلیپ میکنه پس موتر با مشکلات دیگه بالا میشه باز. بسیار خوب، من فکر میکنم که این را
تنها با موترهای خرد هست. یعنی موترهای کلان نمیتونه از این را عبور مرور بکنه. اگر موترهای کلان در او را نره، من فکر میکنم او را خراب نمیشه. میتونه که بر موترهای خرد خوب باشه. بله، موترهای کلان خوب یزند میتونه. موترهای خرد که میره سلیب میکنه، چون یک تعداد موتر است که ضعیف است نمیتونه بالا شده. ای که خراب شه را، این موترهای ضعیف بیخی بالا شده نمیتونه. اگر حرکت هم کنه از او را بالا شه، من تا یک مشکلات پیدا میشه در موتر عوض میکنه، کلاج میسوزانه، ایک چیز دیگه میشه. خب بیا، من ایسی یک دریور، من ایسی کسی که در امی لائن عبور و مرور میکنی، پیشنهاد و نظرت چی هست که باید چی کار انجام کرد؟ پیشنهاد ما همی هست که امیرای بدیل امیرا که در ما جور کده فعلا همه روزه و پاچی شود، اوارکاری شود، تا ای که سالنگ جور میشه ما از او را رفت آمد کده میتونم. غیر از اینکه اوپوشی نکنه، رو اوارکاری نشه، در مشکلات ما بالا میشیم، پایین میشیم. بسیار خوب، انشالله که هم بخیر باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. سرتان خوب است، بخیر است. دیگه پرسوان نمی کنم که چی مصرفیات داری، بخاطر من که فکر میکنم تمام این همیان همی دریور هست. بله، تنها فرقش این همی است که اولایات فرق میکنه. بله. یکی قندوز میره، یکی تخار میره، یکی مزار میره. بله. دیگه خلاصه سمت شمال کلگی از امی مسیح. از امی را میره. بله. فقط نامت بر ما. بابرک. کوکو بابرک، چند سال از دریور هستی؟ والا یکم 35-40 سال میشه دیگه. 35-40 سال. دی 35-40 سال شاهد چقدر مشکلات از سالنگ بودی و چقدر تغییرات احساس کردی؟ دوران که بیادر این موترا نبود، من دلیور هستم. والگا بود، سرویز میچلانم من پیش از او. این از یو سلید. من سرویز میچلانم پیش از او. 35 سال یک عمر هست. فهم بدی؟ خوب است. 300 تو تبیه خودتو میکنم که نزدیکتر بیا. نام تا بر ما بگم. نام من خان فرخار. دریور پیگنی که تخار خان فرخار. خان فرخار. فرخار بله. از تخار هم هست. از تخار هست ما. از فرخار زیبا. بله بله. فرخار دیگه هم تو آب آواج دیگه دید دیگه چی نداره. در این روزای جمعه بولی جای شیشتن نمیافیسه. زیر یک دو سوی درخت 200 کراس. 200 یک درخت 200 کراس. بله، زیر یک سوی درخت بولی جای نمیافی. دلیلش دیگه همون زیبایی تخار. زیبایی سردی آب آواج خوب هست. خلف امان ای فرخار هست بیشه. از کجا هست؟ از کجا هست؟ ایم فرخار هست. امان فرخار. امان فرخار خوب است. جور است سیدن خوب بخیر جان تان جور. بیا پیش از اینکه در مورد رای بدیل صحبت بکنیم، از فرخار بر ما بگو چی خبر هست طرف فرخار؟ والا فرخار خوب فعلا از نگاه اهمیت و زهمه هر نگاهش بخیف، اما گفت تاجیکی ها که تینج است. تینج است. تینج است. تینجی. تینجی. دیگه از دو از دیگه اینو با هوا آب هوا ابی سمت شمال هم کم امروز برید، مردم مزار، مردم قندوز، مردم امام سه بغلان، اینمی مردم که میرسه به حد اینو در یک فصل بسیار درآمد شدن خوب است. اینمی فصل درآمد شد که هیچ کسی در اونجا بیکار نمیمونه. انواع ماهی است، انواع گوشت است، انواع میوه در اونجا هست. ما را شما شوقی میسازین که باید یک چکر بریم. من باید یک چکر بریم. بازار دارم و پیکنیک. هر دقیقه میری بیا 8 بودی قیمه برو، 4 بودی قیی. بخیر باشید. این حال بیا بر ما ازی بگو که در رای سالنگ در قدر وقتی که شما برو برو میکردین، میگن که محدودیت ها بود. موترهای خرد از طرف روز بود، موترهای کلان از طرف شب. بله ها. همی قسم بود. آه. ده اول خو فعلا نموته موترهای کلان خو یک روز از اون طرف میره و یک روز از این طرف. اینا میگن شب ادال طرف 6 بجه که میشه اینا موتر کلان اعلام میکنن. وقتی که نمی موشه اینا از اونجا 6 بجه میریم. خیلی نمی موتر کلان درگیر هستیم که دوجا ترافیک وجود نداره. مسئول نیست که دمیره بگیره که موتر کلان بگه تو چرا زمین دست بر اومدی. اینا می 10000 موتر اینا می تو میبره داده می سرک. مریض اینا من مخدم دمی روز شنبه رفتم یک مردک دستیت موترم بود از دست گیربار در دروازه اولنگ پیشم از جان داد. مرد بیچاره. دستیت موتر این مردم تا دراز خواندم بر تخار بردم از تخار دیگه باش بوتر گرفتم بزرگ برد رستاق رسولی از جوجا دیگه اینا میتو بشکلا یعنی موتر میبره یک قصه یک ترافیک نیست که بگو برد تو چرا میبری اینا خوب است خوب گپا مشاوره میکنی بر علاوه که مسئولیت های مسئولین را میگی بله بله باید موتروانا هم مسئول باشه باید یک سرک باید متوجه ازی باشن که چی قسم یک سرک عمومی است نه لحد دی وصل است اینا پیام ده به مسئولین گفتی پیام ده موتروانا چی خب موتروانا اینا به کلشون بده دم یار دادی که من کدم منون بدارم باشه برن دجو خوب فعلا این بیچاره مو بگذرت دجمه شیشه عقبش مایده کنه لاتش کنه بدس که چهار خطار هم برای این وراده راه را بند بکنه موتر اونا هم باید کار مکنه نکنه موتر های کلان میکنه چهار خطار میکنه بخردی سرک خطار دیگه بله بله بله
تو برو عمل ده تاکه میلای خراب بود تو جزا تو شو چی عقبش ما ده شو چی پیش که دیگه نبره من کتر نمیتونه ولو که ده قدر برا بانگر یعنی می موتر کلون که لبه تیلر زور میکنه این زور میکنه بدن باشه یعنی می خورد کر با چهار قطار نمی تو اوسان که معمول استاد تو هم قرار دست کو دبغل گردن موتر غیر غیر چالون نظر میشه بشی بدن باشه تیلت میسوا مصرف دو چند دفعه میشه پتا کو صدا کنه که راز ذکرت یک بر خود دریور باشه قرار هر چکر بالا سرش میمونه قرار دو شو جو سه شو بخوا سرش میمونه میزنه خوا تق تق میکنه بدر بخه برو بدر که کجا برای ما اون دمش دا ولنگ از پاسش دا قرابو این یک خطای است راست میگه که گفته میشه باید کلگی اصلاح شوه بله بله اصلاح در کل بله بله تو برو سایکا که یک موتر خر را بانکت بخی مجر به زبان میتم ولی دنه به برابر موتر کلون کسی نیست دا وقت پیسہ دادن بشه دو دروازه سای میکنی 10000 موتر کلون میده که حالا پیسہ مرا بگی حالا پیسہ مرا بگی خود میده یک پیسہ مرا بگی اونو به جدا میشه بند قرار بشه نمیشه دیگه خلاص اما حضرت بیدل میگه که با پیری هم نفهمیده مو افسوس که دنیا بازی تفلانه ای کیست با دایر کعبه کار را چیز بدیل اگر فهمیده ای دل خوری بیا بگو می حکومت می دل ملت پیدا کو بدرم باشی کل مود حق دعا بکریم بدر بونه بشی بگیم خداوند خیر بده اینا بدر حکومت اینا بدر امارات همیشه کل این ملت دعاش بکنه بله صحیح سنال یک کپ دگرم بگو بله امی فرق از حکومت های گذشته یا حکومت های پیشین به خاطر که شما متولای سابقه هستید کل چیز برتان معلوم است از اون وقت تا به حال تغییرات اومده بوار به خدا بگو اگر شخصا ما دیگه مردم من نمیفهمیم که چالو چاول داره ازمی خود خزمی خود میگیم این همی جای میلی کلاشون گفت یه زمان است ازمو دوره این بوار به خدا بگو که ما در همی دوره چی نقص کردیم نقص ما در همی که شوخی کردیم مردم ها کلی کار ما از طرف شب است در اون زمان که بود ما روزانه میرفتیم در فجر در فابریکا خواه میکنیم خانه ما رفتر میدونیم اول دکاندار است دمی چهار قلم مردمی که مونده سیب سودا شب میخره دلش 10 بهش میاد دلش 11 بهش میاد بیا خلیفه متر شلو اینم نومش دریا ورا ساکن چی میشه بشکور اسم یولی های دوست که چراغ متر برده اینم یولی چی میخره مثلا که شهر راست اورات خواب کردگی بده ولی خود راستی که برای دریور بیخی بهترین حکومت به میگم از سر شاو نمایت میریم که میکس درام مادر باشی نه در بغلون ما احساس خطر میکنیم نه در جر خشکش میکنیم نه در خانواتش میکنیم دو خانوات میرفتی قدیرک نویتک چیز کل چیز پاک سفران دیوال بالون همش تک من افر 500 جام کو تو چی گفتا جام کنم بدارم ما خود نمونی مردم نیست خب بگی خودت نمیتی پدا نه توید کنم بادو بچورا یک جالبش دایی بود که یک نفر یک روز متر حساب بکنه همه چهار سوری گفت 500 جام که هر چهار نفر ازوری داشته یکی ازوری پیش میکنه اون نفر 10 500 با اینو پاس بده اون نفر سید گفت میگه که با قران تر 10 بگم شاید گناهکار شوم پیسه رو با دکاندار بدم پاس نمیده تو چی تو مزار با میدم پیسه مرا پاس میدی اینه بدر باش با خدا ما خوش هستیم نکی یکم ترک بیا بتونه ملت سل کرد ما بسا فقیر مردم هستیم دیگه بدر باشید دیگه گفتنی ما هم خدا دیگه خوبی ها را که یاد کردی با خدا ای که تغییرات خوب آمده می کارم که امیدوار به امیدوار به هستیم که راه هم راه 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 فقط نمی سالنگ به جان نمی ملت کشید با خدا مردم ما میورد در سید مدار میمورن خود ما هم تو بدن باشه میرم دریم خاک خورده میرم خاک خورده میایم بدن باشه دیگه نه مسئولین ان شاء الله گوش میکنه دیگه قگب نیست که خیر باشه زحمت کشید که کدی جوان ها گپ بزنه بی صفیدا دیگه قصایشان بسیار گرم شده بود خوب هستین سعادت خوب است بخیر هستین نام چی است تاجدین تنویر خودت هم دریور همین مسیر هستی؟ من یک تن از آبرین هستم من اینجا آمدم که میرم شمال سفر کنم چقدر وقت سفر میکنی؟ رو هفتوار ماهار یا یک آن وقت سفر میکنم اینا خودت بر ما بگو نظر در مورد رای سالنگ و ای که بدیلش را ساختن چی هست؟ تا جایی که من معلومات دارم رای سالنگ برای فعلا نظر به تحقیقاتی که شده بهترین راه از رای فیلیش در صورتی که اساسی جور شود دو سال قبل رهبری امارت اسلامی افغانستان در نظر گرفتن که امی رای سالنگ اینا اول تحقیق کردن که رای بدیل کدام است رای خواک تحقیق کردن گفتن که به خاطر که سرک نزدیک دریا است موتورهای کلان از اونجا عبور و مرور کردن نمیتونن برای موتورهای کلان مناسب نبود رای غربند که نزدیکترین راه است گفتن او را تحقیق کردن در اونجا این را پیدا کردن که تقریبا 4000 فیت از بر بالاست و او مناسب نیست رای شبر در شما بهتر معلوم است که درازترین راه و خرابترین راه است بهترین راه را در زمان جمهوریت که بالای سروی جریان داشت در حدود 200 میلیون دلار تنها به خاطر سروی ابتدایی اینا مصرف کردن که او را یک پروژه بود به نام پی ام او کارایش پیش برده اسناد در وزارت محترم فایدامه وجود داره
او البته امور رای بدیل یعنی تونل دومی سالنگ است که او اساسی مشکل سالنگ اساسی حل میکنه که او باید حفر شه و جور شه، ولی بسیار هزینه داره. برای فعلا ممکن در کوتاه مدت از توان رهبری امارت اسلامی افغانستان دفعتا اجرایش نباشد، چرا که یک مقدار بودجه بسیار بالا ضرورت دارد. بعد از تحقیقات به این نتیجه رسیدن که برای فعلا بهترین راه خود سالنگ است و این سالنگ باید اساسی جور شود. باز حتی تحقیقات کردن، باید گفتن امو قیری در نظر گرفته شود و سیمینتی در نظر گرفته و گادری در نظر گرفته شود که متفاوت از دیگه جای باشه. به عنوان نمونه شما قیری را که به جلال آباد استفاده میکنه، این قیر در اینجا کارآمدی نداره. یعنی هر کدام از این معیارهای خاص خود داره از لحاظ تکنیکی که ما کم و بیش معلومات دارم. در اینجا حتی رهبری امارت اسلامی افغانستان به ایران سفر کردن و اونجا یک قیر متفاوتی بسیار با کیفیت بالا قرارداد کردن به خاطر سالنگ. تا جایی که من معلومات دارم تا هرات انتقال کرده بودن. بعد از او گفتن که داخل تونل ها باید اساسی کانکریت ریزی شود و سایر بخش ها که 80 کیلومتر است اینا اساسی قیر ریزی شود، که قیرش هم باید از همون قیر اساسی باشه. اونجا هم لیرهای مختلفی که داره باید اون معیارها در نظر گرفته شود و چند شرکت هایی که قرارداد کرده امیدوار هستیم که این را زودتر شروع بکنه. با شما بهتر معلوم است که در سالنگ 3 ماه بیشتر کار نمیشه، بعد از او زیر صفر قرار میگیره. در شما بهتر معلوم است وقتی زیر صفر باشه کار قیر کارهای تکنیکی نتیجه نمیده و از امو خاطر است شما شاید در جریان باشین بعضی کارهایی که او طرف سالنگ صورت گرفت 2 بار و 3 بار کار شد، چون در تحت 5 درجه و 10 درجه و 20 درجه منفی صفر شده بود، متاسفانه از بین رفت و کارآمدیش از دست داد. بنابراین نظری من منیست یک آبیر و منیست یک شهروندی است که کار باید در حمل و ثور و جوزا و نهایت سرطان و زودتر باید شروع می شد که این کار در زمستان باز نتیجه نمیده و منابع ما هدر میره و کار هرچی سریعتر انجام بگیره خوب است. این رای بدیل را که شما در باره صحبت میکنید، یک دقیقه یک ببخشید گپتان قطع میکنم، اینقدر معلومات را از کجا داری؟ یک شهروند عادی، یک آبر عادی خونیستی؟ حتما کدام یک مسئولیتی داشتم قبلا، مسئولیتی داشتم در فواید آمد؟ بله صاحب. این من گفتم به خاطر که قدر معلومات را که خودت داشتی کار کردیم، سرپرست پلان و پلیسی هم بودم. این من میگم از خاطر برای چطوری تو معلومات را تو چی میگن ایمو کیلومترش او دمو دقیق دقیقش کلش بهش خودت معلوماتش بود و این به من سوال برانگیز شد که چطور میتونه که قدر یک نفر معلومات را داشته باشه. پس خوب است از مسئولین سابقه فعلا خوب کار نمیکنی؟ فعلا وظیفه ندارم. خوب است، پس نظرت در مورد رای بدیل هم بگو که چقدر میتونه مفید واقع شوه. رای بدیل فعلی رای موقتی و رای مجبوری گفته میشه، به خاطر که رای بدیل باید رای اساسی باشه. تا که اساسی کار نشه رای بدیل گفته نمیشه و این رای بدیل فعلی را من هنوز ندیدم. اما قسمی که از اینا شنیدم، اینا گفتن که نزدیک به جهر است و نزدیک به جایی است که ممکن یکی بسیار تیک و بلند است و نزدیک به چیزی احتمال سقوط، احتمال خطرات خود داره و زیاد عریض نیست. از او خاطر برای موتورهای خرد در کوتاه مدت در صورتی که مراقبت های جاری شود، حفظ مراقبت ما چند نوع داریم، یکیش جاری است به این معنا که امر روزه جغل ریزی شود، امر روزه مثلا خبرداری شود و امر روزه آبپاشی شود و این حفظ مراقبت امر روزه و جاری که در حدود 260 کارمند سالن کار میکنه، شاید با کسایی که در طول پلازا کار میکنه بیشتر شده باشه. اینا وظیفهشون حفظ و مراقبت سالنگ هاست و اینا در وقت و زمان معین مطابق لایه وظایفشون کارهاشون پیش ببره. مسئول سالنگ برای فلان که میشناسم یک آدم پرکار و یک آدم پشتکاردار است، مولای سب عبدالحلیم آقا، آدم توانه هستند با امید موفقیت های بیشترشان دیگه، آدم دلسوز است ولی توجه جدی کار داره و این رای بدیل دائمی نیست، رای بدیل موقت است، ولی در صورتی که شبانه روزی باید کار شوه و او معیارهایی که تعیین شده قبلا مطابق معیارها آماده نشوه، مشکل سالنگ حل نمیشه. بخیر باشین، سلامت. یک چیز را باید یادآوری بکنم که اطلاعی که من دارم قرار است 2 روز بعد 3 پروژه دیگر در امی قسمت سالنگ تطبیق شوه. انشاءالله که امی 3 پروژه یا 2 پروژه که قرار است تطبیق شوه
امی پیشنهادات و نظریات امی موتروانا باشن و انشالله همون که هست، بخاطر از اینکه در اون مسیر تنها مشکلات که این مردم داره بخاطر مشکلات عبور و مرورشان است و انشالله که این پروژه ها بتانه که تمام مشکلات از این موتروانا را حل بکنه. سلام علیکم. و علیکم خوب هستی؟ بخیر هستی؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستی؟ نامتان؟ محمد رسول است جان؟ محمد رسول. محمد رسول دریور هستی؟ آه دریور هستیم. چند سال میشه؟ یک 30 سال میشه. تو یک رقم 30 سال میگی فقط؟ فقط 30 سال. 30 سال. 30 سال. و میگم تو 30 سال میگی که فقط 30 سال کم نمیشه، یک روز کم نمیشه. 30 سال یک روز کم نمیشه. آه ای 30 زیاد میشه و کم نیست. تا این 30 سال چقدر دشواری ها و مشکلات را متحمل شدید؟ بیخی زیاد دیدیم دیگه. نمی راه سالنگ بود بیخی زیاد دیگه. راه خراب است. بیخی دیگه راه سالنگ. آه فایده مایده نمی مانه. کار فقط همون. برو تایر پنچر کن. دیروز یک افتتاح صورت گرفت توسط وزیر فواید عامه که راه بدیل سالنگ را خواستند بسازند. یکی فعلا نو افتتاح شده و قرار است که بالایش کار صورت بگیره و او را به شکل استاندارد و معیاری بسازه. بله بله. نظرت من است یک موتروان چی هست که در اون مسیر عبور می‌کنه؟ خوبش است، خوب راست میشم. کار ما را میفتر بند میفشه. همون را امکانات هست. بخاطر از اینکه سالنگ سالهای زیاد بود مشکلات داره. و اینکه مشکلات هم هی است که ازدحام زیاد است. یعنی موترهای کلان، موترهای تجارتی، باربری، موترهای خرد، این 580 این موترهای خرد تمامش از امور عبور مرور میکنه و یک سرک نمیتونه که بس بکنه و مشکلات مردم را حل بسازه. پس قرار است که سرک بدیل ساخته شود. پس به نظر شما انشالله که این سرک ساخته شود بسازه. او اگه جور شود بسیار خوب بسازه. موترهای خرد میتونه از این را عبور مرور کنه و اون موترها میتونه که در او را میتونه که تنها موترهای خرد عبور مرور کنه و در او صورت میشه که او را زود خراب هم نشه. نمیشه. او اگه موتر خرد از او را برد دیج دیگه خراب نمیشه. ما جغل فرد کن آجت قیر نیست کار میتم موتر. ما رفتیم از امون دمیر روزا عبور مرور کردیم. خبرها هست رنگ تغییر رنگ تاکسی ها چی هست؟ میگن که دیگر نمیتونن موتورای زرد کار بکنن. آه دیگه موتورای زرد نمیمونن، کلش میگن رنگ اماراتی کنه میرقم رنگ های سبز. نظر در مورد رنگ چیه؟ خوب یادی خوب میشه این رنگ چقدر منظم شد خوب شد معلوم میشه که این موتور کجا میره، اطرافیش هم شالیش هم کلش معلوم است. ای از این مسیر فکر میکنم تمام سمت شمال دیگه از ما میره. اینه میست افتش سمت از میجا میره، افتش دولت از میرا میره. بخیر باشه. خدا خدا سلامت باشه. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستی. ساعتت خوب است؟ بخیر هستی؟ بخیر. نام چی هست؟ نام خلیل است. چند سال است که خودت مسئول این کار هستی؟ من 18 سال تا دریوری میکنم. خلاصه موتروانایی که در این مسیر کار میکنن از 15 سال هیچ کم نیست. کمش 15 و 18 و 20 سال است. تا کسی آن بود که 45 سال 50 سال است که در این مسیر کار میکنه. نظر در مورد ساخت راه بدیل چی هست؟ راه بدیل برتان ساخته میشه؟ راه خوب است که جور شد، خوب است. یعنی این مشکلاتی که در سالنگ بود انشالله که راه بدیل ساخته شد و میتونه مشکلات را حل بکنه. حل میشه. خوب است راه بدیل شما خوب است. کار میکنن دیگه جور میشه بخیر. خوب. راه بدیل خود از نزدیک دیدی؟ بله. این که سرش کار شوه فعلا چی گونه است؟ اگر کار شوه چطور میشه؟ آه کار کدر روی سمیان و ما روز میده می کار جریان داره؟ بله آه. پس این موترهای شما در او را میتونن او گروه میده؟ آه خب صحیح میره. هیچ کنم مشکل نه نه بخیر یک در خاکبات هست و هم گم میشه. خب انشالله که با بعد از اینکه ساخت و ساز بیشتر شوه او خاکبات هم انشالله گم میشه. بخیر 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 سلام علیکم. ساعت خوب است؟ بخیر است؟ بخیرت جانه که جور است. چند سال از خودت مسئول وزی کار هستی؟ حتما کم شده دیگه است. یک سال میشه تقریبا دمیران. یک سال است. خب رای سالنگ چگونه هست و یکی رای بدیل ساخته میشه چطور است؟ والا فعلا خیلی خرابه، چقریا زیاد از بیخ. هدف رای سالنگ هست؟ آه رای سالنگ خیلی چقریا داره. خب نو کار شروع که کدام جایی که گلیدر کده بسیار خوب میشه. این سرک نو که جور میشه قرار است یک سرک خوب میاری ساخته شود؟ نظر دیم چی هست؟ خدا کنه که جور شود. بسیار سواری بازه بسال فعلا هم دریوره بازه بسیم هم سواری بازه بس بسیار انشاءالله که بخیر میشه. بخیر که اقدامات صورت گرفته و قرار به همی است که سرک بخیر ساخته شود. بله قربان شما. سلامت زنده باشین. بیاین که داخل. سلام علیکم. خوب هستی بازار جان؟ خوب هست. بخیر هستی جانه که جور هست؟ از قندوز هستی؟ نه از پلخمری. از پلخمری. خب این سمت یکم شناختنش مشکل است. همین لهجه ها بسیار شباهت داره. نام چی هست؟ نام عزیز الله. کاکا عزیز الله موتروان هستی؟ بله. از خود تام دقت من یک 20 سال شده زیاد شده. جا شده 20 سال. آه سر مصافه شده میلین.
نمیلاین حتما دیگه از گذشته ها تا به حال تغییرات را احساس میکنی در راه سالنگ؟ چقدر تغییرات را احساس میکنی؟ تغییرات آمده فعلا تا که مهارت اسلامی آمده یه در کار شروع کرده کارا اکمان داره پیج رفته رایی فعلا همی سرک نبه که در پل خاکی کشیده بله. همی سرک هم خوب است همی سرک هم برای ما خوب است از پیش کده یعنی منعیسی یک موتروان نظرت هی است که کار بسیار نیک صورت گرفته که ایرار را ساختن و کار سرش صورت بگیره که بتانه یک سرک خوب ساخته شده و همین موتره خود بتانه از امو مسیر رو برو مرد فعلا همی سرک که جور کده پل خاکی را برای ما همی سرکش خوب سرک است فعلا دو سه جای کار هم انداخته کار هم روان است کار جریان داره خدا کنه که کار صحیح باشه که ما بخیر رفت آمد کنیم در مسیر فعلا هم از اون مسیر رو بور کردی خود؟ بور میکنیم هر روز میریم هم هر روز پس افتتاحش دیرو صورت گرفت و انشالله که بتانه اینمی را به خیر تمامتان باشه بیا توکل به خدا پس یعنی به نظر خودت خوب است خوب است ها چطور خوب با مردم با مسافرین با جور با ناجور مریض جنازه میره دی را چطور خوب نیست یک را جور شد و مردم خوش میشه از امارت اسلامی اینمی خواهش ما دارم که کار انداخته هرچی زودتر کوشش کنه هرچی زودتر کوشش کنه که کار پیش بره بخیر چون زمستان میشه زمستان میشه بله آه بله 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 از گذشته ها تا بال سهولت ها زیاد شده زیاد شده بله آه زیاد شده مشکلاتی که شما متحمل میشین از چی لحاظ است؟ فعلا اینمی رابندی برای ما مشکلات میکنه موترهای کلان اینمی رابندی های داره برای ما مشکلات نکنه دیگه مشکلات نیت فضل خدا سرکه که قرار است ساخته شوه گفته میشه تنها با موترهای خورده است این دیگه حتما میتونه تاثیرگذار بر رابندی باشه اما تو شنیدیم که موترهای کلان از طرف شو میشه موترهای خورد از طرف روز از طرف روز میشه دیده اون مسیری که نو ساخته میشه گفته میشه که موترهای کلان دیگه اجازه رفتن نه این خوب از خورده میره بس کلان رفته هم نمیتونه نمیتونه رفتن نه بند میشه گلایی زیاد داره بند میشه بخیر باشه بخیر باشه کامیاب باشه سلامت باشید کی؟ ما بیا فرق نمیکنم میریم داخل میریم جایی که هر طرف موترهای جدید رنگ شده تاکسی هایی که یک وقت به رنگ های مختلف بود ولی چقدر منظم تمامش یک رنگ شده و چقدر هم نمای سرک ها را زیبا میسازه این که شما هم موترهایتان را رنگش تغییر دادین حتما نظرت پرسان میکنم اول خود سلام برد نامت چی هست؟ اسم حشمت الله وجدانی هست باشنده شهر کابل حشمت عزیز به کدام ولایت خود مسافر را انتقال میتیم؟ ما با از کابل به اندراب انتقال میتیم مسافرین خب بغلان بخیر ولایت بغلان ولسوالی اندراب چقدر خوب پیش از اینکه در مورد رای بدیل صحبت بکنم میخوایم نظرت در مورد رنگ تاکسی ها پرسان بکنم اینکه اقدامی که از طرف امارات اسلامی صورت گرفت که باید موترهای لینی و موترهای شاری و اطرافی باید رنگ شوه و او هم مشخص که معلوم شوه موترهای اطرافی کدام از موترهای شاری چی است اینا نظر در مورد ازی بر ما بگو که قرار است بعد از این موترهای دیگر نتونه کار بکنن بسیار خوب ریاست ترافیک افغانستان بسیار تصمیم جامع گرفته چون قبلا در مدت سالهای قبلی که بود موترها با رنگهای متفاوت مسافرین انتقال می دادن این بسیار یک تصمیم خوبی است که تمام موترها کسایی که در لینا کار میکنن به شکل فیروزهی رنگ شده مشخص میشه اگر یک موتر در داخل شهر کار میکنه علامت از اون مشخص است و اگر در اطراف اطرافیش این ترست این مشخص است که مسافرین میفهمه که باید در کدام موتر بشینن و مسافرت بکنن بسیار خوب چقدر تاثیرگذار بر امنیت است بر امنیت مردم این خو یک حقیقت کلی است که وقتی که رنگ موتر مشخص شد تنها یک رنگ نیست که اینطور یک چیز شده این موتر که بعد از اینکه از ریاست ترافیک و مابقی شعبات از او که ما امر میگیریم موتر ترانسپورت میشه تکس لین گرفته میشه جوارسیدش مشخص میشه و تکس لین ما مشخص در ولسوالی یا ولایت یا مسیری که است اموجا سفر میکنیم مسافرین با اطمینان کامل میتونن که مسافرت کنن یعنی از مشکلات دزدی و گپا کاملا خاطرشان جمع است چون هر موتر در لین مشخص ثبت است چقدر خوب پس کار بسیار نیک بود و جامعه صورت گرفت که تاکسی ها تانستن همش یک رنگ شود حتی باید فرق بین تاکسی شاری و اطرافی هم شده بسیار خوب است
در مورد راه جدیدی که به خاطر موترهای شما ساخت و ساز شده نظر چی هستی که دشواری های زیاد را هموطنان ما در مسیر سالنگ همیشه وقت متحمل می شد و یکی بخیر راه مشخص شد که موترهای خود بتان از مسیر جدید عبور مرور بکنم و موترهای کلان از مسیر سابقه نظر چی هست؟ بسیار گپ خوبی گفتین. نظر ما است که کماکان کاری که در راه رای شهرهای سالنگ صورت میگیره این برای عبور و مرور ای وسایط بسنده نیست، باید وزارت فواید عامه و تمام ارگان های زیربط تصمیم جامع بگیرن، با قاطعیت کار بکنن که شاهرای سالنگ به شکلی که لازم است جور بکنن. طور مثال یک سال شاهرها کاملا برای ترافیک مسدود بود، تنها تونل عمومی را نصف شد و یک قسمت بعد از تونل کانکریت ریزی شده، دیگه تمام شاهرای سالنگ کانکریت ریزی نیست، راه خراب است. کم کم کارهای مثلا خاک هوار میکنن، یکی کارهای هست که کوتاه مدت است، در طویل مدت این نتیجه بخش و مؤثر نیست. تمرکز اما ارگان های زیرب در بخش کارهای سالنگ باید به جدیت پیش بره تا حمل و نقل راننده ها که مسافرین انتقال میتن به سادگی صورت بگیره. بخیر باشین، چقدر گپای خوب را گفتین، قربان چون سلامت باشین. هموطنان عزیز، گزارش ما مرتبط با ساخت ساز راه بدیل سالنگ هست و ای که سالنگ چقدر مشکلات و دشواری های خود را در سالهای متمادی داشت که هموطنان ما کسایی که از اون را چی آبرین هست چی موتروانا هست عبور مرور میکردن و دچار مشکلات رابندی ها و آلوده شدن آب هوا، مسدود شدن راه سالنگ اینا بودن و خوشبختانه که تصمیم بسیار خوب و جامعی که از طرف وزارت فواید عامه مرتبط به ساخت ساز راه بدیل سالنگ صورت گرفته، این میتونه مشکلات مردم را حل بکنه و این بسیار خبر خوش و خبر خوب بود که خواستیم بیاییم نظر موتروانایی که در این لین عبور مرور میکنن را پرسان بکنیم که اتفاقا نظریات بسیار نیک و پیشنهادات بسیار خوب داشتن. آرزومند هستم شما هم کسایی که ما را تا همین لحظه بیننده هستین از این برنامه ما و از این گزارش ما که مرتبط به ساخت و ساز راه بدیل سالنگ تهیه کردیم خوشتان آمده باشه و همچنان یک تصمیم دیگری که از طرف ریاست محترم ترافیک صورت گرفته که موترهایی که غیر این رنگ در شهر و چی در شهر چی در راه‌های اطرافی میتونن که عبور و مرور بکنن دیگر نمیتونن که تا ای که موترهای خود را رنگ نکردن کار بکنن و همچنان آرزومند هستم که شما هم جور و سعادتمند و سرحال باشین تا برنامه بعد که من روح‌الله پوپلزی بازم در خدمت شما قرار میگیرم. شما را به خداوند یک تا مسبارم شاد و خرم و سربلند باشین.